با توجه به اینکه بر اساس نظر خود اندیشمندان غربی هم شهادت شهید سلیمانی از حیات ظاهری او به مراتب برای دشمن شکننده تر بود، اونها تصور میکردن که با شهادت شهید سلیمانی و رهبران جریان مقاومت اینها موفق میشن این تهدید و خطری که اونها رو تعقیب میکنه و بحث فروپاشی اونها و پایان دادن به کابوس و حضور اونها در منطقه با شهادت شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در واقع متوقف میشه. اما برخلاف تصور اونها، اون چی که امروز بعد از 2 سال از ایام شهادت این شهید بزرگوار و دیگر همرزشون کار به نقطه رسیده که بحث آثار فشار مضاعف بر رهبران نظام سلطه از آمریکا و انگلیس و عواملشون در منطقه به شدت افزایش پیدا کرده و امروز اخراج آمریکا از منطقه به عنوان یک مطالبه ملی و فراگیر و منطقه‌ای فعلا مطرح است و پیش بینی میشه که انشالله در آینده نه چندان دور شاهد پاک شدن منطقه از لوس وجود عوامل نظام سلطه در منطقه باشیم و این یک امر حتمی است. از طرفی شهادت شهید سلیمانی موجب شد که یک انسجام ملی در داخل کشور شکل بگیره به جهت نقش حماسی شهید سلیمانی در حفظ ظهور کشور و همچنین کشورهای اسلامی. همه به دیده احترام به ایشون نگاه میکنند. من بر این باورم که حضور یک فارسی مردم قریب به چند ده میلیون در ماجرای تشییع جنازه شهید سلیمانی حاکی از اون علاقه مردم نسبت به انقلاب، نظام و حتی وطن دوستی که بخشی از این زاویه مسائل نگاه می‌کنیم. در تقدیر همونجور که وجود ایشون و حیات ظاهری ایشون منشأ خیر و برکت برای جامعه و جهان و بشریت بود، شهادت ایشون هم خداوند برکتی به خون شهادت ایشون داد که شهادت ایشون هم بتواند باز در ارتقاء قدرت انقلاب اسلامی و همچنین حرکت این جریان به سمت قله ظهور انشالله نقش‌آفرین باشه و آثارش امروز ما در داخل کشور و در ذرای سرزمین خودمان در کشورهای دیگر به خوبی مشاهده میکنیم. امروز شهید سلیمانی برای تک تک آحاد آزاده بشر هم از مسلمانان شیعه اهل سنت و حتی ادیان الهی دیگه مثل مسیحیت و غیره قابل احترام است و این آثار وجودی این شهید بزرگوار است.